من منوچهر جمالی هستم و امروز که سه‌شنبه 16 خرداد 1391 و 5 ژوئن 2012 است، سلسله گفتارهای خود را درباره فرهنگ اصیل ایران که آغازگر فلسفه نوین ایران است ادامه می‌دهم. در این سخنرانی موضوع سخن خدای ایران است که اصل شاد کننده گیتی است و در شاد کردن گیتی است که شاد می شود و اشاره کوتاه به تفاوت آن با خدایان ادیان نوری است که خدا اصل خواهنده است که گیتی و انسان را تابع و مطیع خواست خود می داند و اگر انسان طبق آن نخواهد گناهکار می شود و با خشم و غضب و عذاب این خدایان رو برو می شود. این موضوع سخن است که خواهیم گسترد. این اصل شاد کننده که خدای ایران بود، خدای ایران اصل است نه خالق. این اصل شاد کننده تحول به خرد شاد انسان ها میابد، یعنی گوهر خرد انسان خداست که گوهرشان، گوهر این خردها اندیشیدن برای شاد کردن گیتی و اجتماع است و در شاد کردن گیتی و اجتماع این خردها خودشان شاد می شود. این بنیاد فلسفی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی و فرهنگی ایران است. این موضوع را می خواهیم در این سخنرانی بگستریم. گفتیم که خدا در فرهنگ ایران اصل شاد کننده گیتی بود. خدایی نبود که گیتی و بشر را طبق خواست و تابع خواست خود می خواهد، چون که خلق کردن از اون آغاز خواستن است، با خواست میاد خلق می کند. چون شاد شدن انسان، این مسئله، این گوهر این خدا با شادی در تضاد است. چرا؟ شاد شدن انسان با پیدایش خواست از گوهر خودش کار دارد. خواست انسان شگفتن جان و گوهر اوست. وقتی اون چیزی که میخواهد نتواند بخواهد، غمگین و اندوهگین و معذب میشود. شاد شدن انسان با درک آزادی خود کار دارد. خواستن در فرهنگ ایران از خواز منتشر می شود. خواز، آز همون کلمه یاز، آز اساساً معنای نیرو و توانایی دارد و آزیدن و یازیدن به معنای فرارفتن است، فرارویدن است. این است که خواز که خواست باشد، یعنی یازیدن از گوهر و تخم و جان خود. خوا همون اخوس، همون تخم است که گوهر انسان باشد، مر تخم. و همین واژه آزیدن یا یازیدن است که واژه آزاد و آزادی شده است. یعنی این خواست گوهری است که از گوهر انسان در فرهنگ ایران خدایی بود. بنابراین این آزادی مفهوم بسیار مثبتی داشت. انسان موقعی شاد می شود که جانش سر برافرازد. فرا آختن یا سر برافراختن از گوهر خود همان آزادی است.
چون که در شاهنامه جمشید با خواست زاده از خردش جهان را آباد یعنی شاد میکنه. این را خواهیم دید که این خواستن و اندیشیدن در فرهنگ ایران از کجا سرچشمه میگرفت است. ولی خدایان نوری نخست به جای شاد کردن نخست از انسان میخواهند که آنچه او میخواهد بخواهد. در همون داستان آدم و بهشت این را در همه این ادیان میتوان دید. این خواست آنهاست که باید اجرا شود و انسان حق دارد آن چرا خواست آن خداست بکند و اگر آنچه او میخواهد نکند گناهکار میشود. گناهکار شدن یعنی چی؟ یعنی پاسخش خشم و قهر و ترس و تبعید و یا هبوط از بهشت است، هبوط از شادی است. شادی تابع خواست اوست. با این عادت فکری از تصویر این خدایان، حالا مؤمن به هر کدام از این ادیان باشد، ما به سختی می توانیم تصویر خدای ایران را بفهمیم. به همین علت است که این تصویر این خدایان چنان در ذهن ما جا افتاده است که برای اینی که اتئیسم و مارکسیسم و لنینیسم و امثال اینها بشویم، این ایده باقی میماند. خدای ایران اصل شاد کننده است. این درکش فوق العاده مهم است. او با شادی میخواهد درست این آتش جانها در انسان را برفروزد. جان برای در فرهنگ ایران آتش بود، آتش جان. این که میازید یه آزادی برافراختن، برافروخته شدن این آتش جان بود. خدای ایران اصل شاد کننده است. میخواست این آتش را چیکار کند؟ به رقص آورد، مست از شادی کند. این است که با تصویر خدای ما، تصویر خدای ایران را اساسا نمیتوانیم باور کنیم. مسئله از اینجا شروع میشود، چون که این اصل شادی بودن به کلی این فلسفه ها را، این ادیان را به هم میزند. اون چه عطار و فردوسی در آثارشون سیمرغ مینامند، مرغ به معنای امروز نیست، کلمه واژه مرغ است که ما امروز مرغ تلفظ میکنیم و مرغ یعنی عصر همیشه از نو شبی. سیمرغ همون خدای ایران است که امروز ما در نام های ماها و روزهای ما داریم، که یکی اردیبهشت است، یکی فروردین. ارتا بهشت، ارتا فرورد، این فروردین است. اردیبهشت و ارتا بهشت این خدای ایران بوده است در عصر. و هخامنشی ها به قول هرودوت خود را ارتایی می نامیند. این ارتا در شاهنامه فردوسی سیمرغ شده است. حالا گوهر این سیمرغ چیست؟ گوهر او خوشه است، یعنی مجموعه به هم پیوسته جان هاست که ما جانان میگویم، چون که همه انسان ها تخم های هستند که در این خوشه به هم پیوستن. همه جان ها این است که تخم برابر با آتش بود. آتش یا تخم بدین ترتیب خدا که مجموعه یعنی اصل همه این جان هاست، مجموعه همه این جان های آتش هاست، کانونیست که همه این حبه های زغال در او هست.
واژه خوشه همون واژه قوش هست که معنای مرغ است. این واژه ها این باقی مونده است، می شود در اینجا و اونجا یافت. با دانستن این نکته است که می توانیم به آسانی بشناسیم که این خدا اصل شادی آور و شاد کننده جهان است. در شاهنامه این خدا فراز سه درخت خوشبو آشیانه دارد، یعنی بوی این سه تا درخت است. به عبارت دیگر او بوی سه درخت عود قماری و درخت برگ بو و سرو است. اینها در شاهنامه شده از عود و سندل و شیز. وقتی که در لغتنامه ها ببینیم میبینیم که در اصل این چیز را به درخت سرو کوهی میگفتن و اون سندل هم همون برگ بود که خواهیم دید که این همانی با خدای عشق و مهر و دوستی دارد. و عود هم که در شاهنامه می‌بینید این درخت را به هم پیوند می‌دهد، اصل عشق بوده است. قماری هم این همون قمر است که این را در چون که ماه را لوخن می‌گفتند که نی باشد و این انهمانی با عود قماری اساساً لوخن نامیده می‌شد، آقا لوخن. از اینجا تم پیوند این ستا را با هم می‌بینیم. او سیمرغ در شاهنامه بوی مشک که بوی مه باشد میدهد. این درختان همیشه سرسبز و پیکریابی اصل همیشه تازه شبی و بوییدن به خرد گفته میشد، به همه حواس که درک میکردن، به شناخت همه حواس بوییدن گفته میشد. این است که بو به معنای معرفت است، یعنی درخت که مهر است و درختی است که معرفت است، خرد است. حالا با بود ایدن این بوی مشک یا بوی مهر است که سام سر از خانه می شناسد، متوش می شود. با این مهر که سیمرغ گناه سام را که در واقع قاتل پدرش پسرش زال هست نه تنها نادیده میگیرد، بلکه زال را که اکنون فرزند سیمرغ شده است به او باز میگرداند. سام آمده است که طلب استغفار کند، اما سیمرغ بحثی از غفران نمیزند، بحثی از قصاص نمیزند، بلکه به او مهر میبرزد و فرزندش را سال اکنون فرزند سیمرغ است، جفت سیمرغ است. در شاهنامه میاد زال به او میگه تو جفت من. این را از سر به سام برمیگرداند. این یکی از ژرف‌ترین تجربه های دینی از خدای ایران است. در گرشاسنامه تجربیات دینی دیگری از نیای سام و زال میابیم. گرشاسنامه خیلی اهمیت دارد چون در گرشاسنامه بسیاری از تجربیات عمیق دینی ایران، دینی به اون مفهوم آنها نه به مفهوم ادیان نوری، باقی مانده است. گرشاس یک بار این خدا یعنی سیمرغ را در اصل موسیقیایی تجربه میکنند که مردم از شنیدن موسیقی او همه در وجد و طرب میآیند و مدهوش و رقصان میشوند. و یک بار دیگر همین خدا را در رنگارنگی تجربه میکنند، در نقش، در طیف رنگ ها. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ ایران، انسان در فرهنگ ایران خدا را در موسیقی
در نواها، در ترانه‌ها، در آهنگ‌ها، در رنگ‌ها و نقش‌ها و در زیبایی‌های گیتی تجربه می‌کنم.